بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر وقت وضع نطفه زوجه باشه، اون ولو زوجه نیم ساعته یه ساعته که گیری نداره، بحث در اینه که زوجه نباشه یا شوهر داره یا رحمه، یعنی محرمه. ببینید در تشبیب از باب نظیر عرض میکنم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه 6 وجه با هم جمع میکنن، من حیث المجموع استفاده میکنن تهییج شهوت حرامه، با اینکه خود دلیل خاص نداره. گاهی همین جوری که از چند تا شک 50-50، چند تا وهم 10% و 20% علم حاصل میشه وجدانن تکمینن، گاهی از چند تا وجه با هم دیگه اطمینان حاصل میشه به نتیجه اونی که اهل خبره است. اون اطمینانش که از طرق شرعی حاصل میشه در احکام، اون اعتبار داره نسبت به این فرمایش که فرمودید اینجا چند تا چیز با همه. یکیش همین که عرض کردم، صاحب جواهری که از کسایی که تصریح میکنه وضع نطفه در غیر رحم زوجه، این عبارت روایت نی، این کلمه صاحب جواهره و بعضی های دیگه ایضا بعد جواهر چند تا و شاید قبل جواهر ایضا این استفاده شده که این جایز نیست، این نسبت به فقها. اگر حالا 100% نباشه، یه چیز دیگه مسئله ارتکاز متشرع است. یک کسی بیاد نطفه شد تو رحم خواهرش بذاره، تو رحم یه زنی که شوهر داره بذاره، حالا بر فرض اینم 100% نباشه و چند تا چیز با هم جمع میشه، وقت انسان جرأت نمیکنه تمسک به رفع مالای علمون کنه در اینجور جا. حالا یکی دوتای دیگه هم هست که الان تو ذهنم نیست، شاید یه جایی من نوشته باشم این را. آها اینم یکی، اما که خود این به ما هو مستقلن پذیرفته نیست، چون در فروج بالخصوص روایات داره فقهام پذیرفتن، یعنی روایاتش را برداشت کردن تمامه، که اصل عدم جاری میشه. حضرت به اون گفتن که پرسیده بود خانمی را میخواست عقد کنه، پرسیده بود ازش که تو شوهر داری یا نه، مثلا در عده یا نه. حضرت پرسیدن چرا سوال کردی، که حتی فحص لازم نیست، که شاید تسالم بین فقها باشه. نه اون درسته انه فرج و یکون منه الولد، حضرت فرمودن و احرا احرا ان یحتاط فی. ما به نتیجه با اون روایت که حضرت فرمودن چرا پرسیدی،
یعنی اصلا خوب نیست سوالش، نه اینکه حالا لازم نیست. حالا اونم یکی، اما من حیث المجموع عرض کردم گاهی دلیل خاص یه روایت خاص نداره مسئله. نه همین آخه خب همین بله درسته، اما هم تنها همینه یا نه خود مجرد این که اینا هم دیگر رو نمیبینن اما زوجه نیست، این زوجه تنها کسیه یا عمه که میشه این نطفه وضع بشه، حالا چه به اون وسیله حرام چه نه مطلقا. علاقه من حیث المجموع یا انسان مطمئن میشه یا لااقل جرأت تمسک به اصل عملی که لا یعلمون باشه نیست. خب این روایت این لایت چی؟ آخه یفرق که گفته شده این ظهور داره در این که فعل اختیاری باشه، یعنی خودش این کار رو میکنه. این فرق این که مورد بحثه اینه که نه اصلا بفرماش بیشن هم دیگر اصلا نمیبینن نمیشناسن. آخه میگن نسبت الفعل الى شخصن این ظهور در اختیاریت داره، این اصلا مختار نیست، خبر نداره این ماش کجا داره میره کی میبره، یعنی این تنهاییش نمیشه. بله اینم میتونه یکی از چند تا چیز باشه. نه میخوام عرض کنم از یفرق، ظاهر یفرق اینه که یک کاری خودش میکنه، وقت باید به فهم عدم خصوصیت بگید فرق نمی کنه که این باز یک واسطه می خوره خلاف ظاهره. یعنی بله اینم می تونه یکی باشه، اما عرض کردم من حیث المجموع یا انسان مطمئنه که جایز نیست یا لااقل جرأت نمی کنه به لا یعلمون تمسک کنه. بله خب بخاطر نه یه مسئله حکم وضعیه که عرض کردم ما قبول داریم، حتی اگه حروم کرد به نتیجه ولد مال صاحب نطفه است اونو گیری نداریم، اما این کار جایزه یا جایز نیست. اون اگر یک کنیز با مولاش چیز کرد و بعد با یه زن دیگه بخاطر حرمت سحق مساحقه است. الحاق ولد بحث نیست قبول داریم، فقط آیا این کار جایزه یا نه. اگر این کار گفتیم حرامه و این حرام انجام داد الحاق ولد قبول داریم، اما بحث اینه که حرامه یا حرام نیست. نه در خود زنا، در زنا الحاق ولد نمیگی؟ ببینید فقها تصریح دارن، فقط ارث چی؟ در ولد زنای حقیقی یقینی تمام احکام ولد مشروع جاریه، فقط یه دونه استثناء داره ارث، اونم
چی؟ همین چرا؟ چرا؟ در اینجا نمیگی نه میخوام عرض کنم اونی که ولد درای یقینیه الحاق ولد هست، خواهرشه، مادرشه، پدرشه، عموشه، داییشه، عمشه، این نسب هست که شهید کیه میفرماد ولدون شرعن و عرفن لغتن و عرفن و شرعن. نه اما خودش حرام این کار تکلیفن یا نه؟ عرضم این نمیشه با این مجموع انسان بگه نمیدونیم پس وقتی ندونیم رو فعماله یعلمون. این را من مکرر عرض کردم، خدای عز و جل در قرآن کریم از حضرت عیسی نقل فرموده که حضرت عیسی گفت، حضرت عیسی به خدا عرض کرد، به مردم عرض کرد اینی اخلق لکم، یعنی خلق میکنم دیگه معرفش اینه. اما میشه به حضرت عیسی گفت یا خالق یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ خودش چون روایت حضرت رضا علیه السلام هست فرمودن اما الخلق و الرزق فلا، یعنی به ما نگید خالق، به ما نگید رازق. بازم عرض کردم قرآن کریم فرموده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، میشه به خدا گفت یا زارع؟ نه حرامه، جایز نیست. اسماء حسنای خدای عدالت توقیفیه، منافات نداره، یه چیزی باشه اما اطلاقه یه صیغه خاص جایز نباشه. خدا حضرت فرمودن حضرت رضا صلوات الله علیه اما الخلق و الرزق فلا، نگید به ما خالق رازق. بله میفرمایید. وجهش اینه دلیل گفته مسح در جبیره، تعبیر مسح کرده. خب آیا جایز غسل؟ چون غسل که مسح نیست، دو تا چیزه، دو مفهومه، دو حقیقته. وقت اگر اینایی که گفتن غسل جایزه، گفتن استفاده شده چون عضو باید غسل بشه، فقط در جبیر مسح این جاییست که غسل ممکن نیست. اما اگه غسل ممکن شد چه اشکال داره؟ عرض میکنم اما امر به مسح در جایی شده که لولا المحظور واجب بود غسل. ها؟ ها همین قبول. لحاظا اونایی که اشکال کردن تمسه که به همین اطلاق کردن. بحث اینه این اطلاق منصرفه به جایی که لا یمکن الغسل وقتی تعیه شکی نیست، یعنی را دیگه نداره. اما یا نه مال جاییست که حتی اذا امکن الغسل للاطلاق، این اطلاق منصرفه، یعنی گفتن ظهور داره به جایی که محذور هست از غسل. چون ابتدا که غسل واجبه، چرا مسح شده؟ از که غسل ممکن نیست، گفتن این ظهوره. لحالا گفتن اگه غسل ممکن شد اشکال نداره. لحالا کم هم نیستن اونایی که گفتن غسل جایزه، اینا هم یعدن، اونا هم یعدن. بحث سر اینه مثل امر در مقام توهم حضره، امر ظهور در الزام داره. اگه مقام توهم حضره بود، اینجا الاقل مقام توهم حاضره، حالا نه یقینا نه توهمش هست. حرف بد نیست، حرف فرمای صاحب عروبه و اینها. بله
میدونم بی عقد بوده، حتی عقد فارسی نبوده. ببینید، نه ببینید، ما یک سفاح داریم، یک نکاح، این عربیشه. در فارسیش یک دختر و پسر با هم شروع زندگی میکنن به عنوان اینکه زن و شوهر باشن، این میشه نکاح. اون وقت در این نکاح لفظ شرطه و اصح اینه که لازم نیست عربی باشه. اگه زبونی یه چیزی به هم دیگه گفتن که معناش اینه با هم به عنوان زن و شوهر زندگی کنن، این شده نکاح دیگه. اگر نه قصد لفظم باشه، هم قصد هم لفظ، یه وقت نه میخواد یک فشاری برشون هست، میخوان از این فشار راحت بشن، نه این سفاح اسمش. حتی اگه لفظ داشته باشه، اما اگر این دختر و پسر، این زن و مرد به عنوان این که با هم دیگه زندگی کنن، این میشه نکاح. وقت در نکاح لفظ شرطه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. وقت اگر گفتیم عربی لازم نباشه، اگر زبونی به فارسی به زبان دیگه با هم دیگه صحبت کردن به عنوان این که با هم زندگی کنن، میشه نکاح صحیح، گیری نداره. اما اگه این نبوده میشه حرام. اما اولاد اولادن، هیچ اشکال نداره. عرض کردم جماعتی من هم مسک شهید ثانیه همه متعرض نشدن، اما اونایی که متعرض شدن گفتن ولد زنا تمام احکام ولد حلال رو داره، فقط ارث استثناء شده، ارث نمیبرن از هم دیگه، ولدیت شبه نداره، اشکال نداره. میدونم ما دو جور میگه، عرضم اینه که دو جوره، اگه این جوره سپاهه، اگه اون جوره نه نکاحه. حتی اگه صیغه عربی و تقدیم ایجاب از زوجه، نه از زوج، تقدیم و تأخر قبول از زوج، اینا شرط نی، ظاهر اینا لازم نی هم که یه عده فرمودن. انشاء قصد نمیخواد، انشاء یعنی انشاء، انشاء یک ارتکازه. یک کسی که میره از مغازه چیزی بخره، صاحب مغازه بهش میگه که از این بهت بدم، میگه بله، این بله یعنی قصد انشاء. انشاء کلمه قلمبه اینی، انشاء یعنی مقابل اخباره، یه وقتی داره خبر میده از یه چیزی، یه وقتی خودش داره انشاء میکنه. قصد انشاء یه چیز ارتکازیه و شبهی ظاهره نداره، همه جا هست قصد انشاء. بله اهلا وسهلا. هذا مو صحيح. غير مرتبط مو بمعنى انه يجوز الفساد، لا، هذه فتح حقيقة مذكورة في الروايات، عندما يعم الفساد يكون الظهور لمولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه. أما أنه كل واحد، الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل حسب قدرته وبمقدار قدرته مسؤول، هذا مسؤولية على الكل مو على البعض. ممكن بعض مسؤوليته أكثر لأن قدرته أكثر، بعض أقل لأن قدرته أقل، أما مسؤولية على الجميع.
الله يوفق الجميع إن شاء الله. نه بقیه عرض کردم با اینکه قرآن نقل فرموده که حضرت عیسی به مردم فرموده نی اخلق لکم، مع ذلك به حضرت عیسی جایز نیست بگه خالق، به غیر از خدای عز و جل خالق و رازق نمیشه گفت، جایز نیست. نه اونا مسائل دیگه است. نه ارث نمبره مقابل اینه که این خواهر برادر عمو دایی عمه است، اینا ثابت میشه، محرمه نمیتونه بگیرتش. اما اینکه امام جماعت نمیشه، مرجع تقلیل نمیشه، اونا یه احکام خارج از اینجاست. یعنی بحث سر اینه که چه احکامی نسبت به نسب. عرض کنم تمام احکام نسب جاریه، یکی از احکام نسب ارث اون جاری نیست، همین، نه احکام دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وبدا الجرح عميقا بي